دوستان عزیزم سلام خیلی خوش آمدید به بام بولنگویجز با من دورا بچه ها امروز در ادامه اون قید فیل هایی که با هم تا الان خوندیم میخوایم قید فیل های جدید رو یاد بگیریم و این مبحث رو ببندیم و بذاریمش کنار پیشنهادم اینه که تا آخر این ویدیو منو همراهی بکنید قبل از اینکه بریم سراغ درس بفرمایید ما رو سابسکرایب کنید لایک کامنت یادتون نره ما رو به اونایی که دوستشون دارید حتما و حتما معرفی بکنید یعنی درس خب دوستان عزیزم یکی از قید هایی که امروز میخوایم با هم یاد بگیریم قید فیلی هستش که با کلمه یه به شرط اینکه میسازیم ما توی جملهمون میخوایم یک جمله ای بسازیم که داخلش به شرط اینکه داشته باشه ببینیم چه شکلیه بن فعلمون رو باید بذاریم به اضافه ما و مه بکنیم نسبت به هم آواییش بعد بهش مالکیت پسوندهای مالکیت رو بدیم حالا میتونیم از شارتیلا به شرط اینکه یا کوشولیلا دوباره به شرط اینکه استفاده کنیم چون شرایط رو معمولا پدرهای خانواده دارن برای ما میسازن من توی این مثال ها میخوام با استفاده از اونها بهتون یاد بدم که چطوری میتونیم این دوتا کلمه رو استفاده بکنیم خارج از این بهتون بگم که وقتی همچین جمله ای رو میسازیم فعل اصلی ما انجام شدن یا نشدنش به شرطی ربط داره که توی جمله استفاده میشه مثلا 2 saat sonra getirme, geri getirme şartıyla arabamı alabilirsin. Ben geliyorum, babama diyorum ki babacığım lütfen arabanı bana verir misin? Ödünç alabilir miyim? Borç verebilir misin? Babam bir böyle bakıyor. Allahım yine bu kız arabayı ne yapacak, nerelere vuracak diye düşünüyor. Ama vermek istiyor ve şart koyuyor. Diyor ki. 2 ساعت sonra گتیر... گری گتیرمه getirme به شرط اینکه دو ساعت دیگه پسش بیاری آرابامو آلا میتونی ماشینم رو بگیری قرض بگیری ببری پس من میتونم این کار بکنم به شرط اینکه من این شرطی رو که گذاشته بتونم انجام بدم دو ساعت دیگه باید ماشین رو برگردونم یا بن نشانلم برابر dışarı çıkmak istiyorum. Her zamanki gibi babam diyor hayır otur oturduğun yerde. Ne yapacağım? Diyeceğim ki baba lütfen lütfen bana izin ver biz beraber sinemaya gitmek istiyoruz. Babam diyor ki erken gelme koşuluyla. Ve inşerke zud bir ait. Sinemaya gitmenize izin veririm. Betun ecaze bilem ki berid sinema. Fesmen adam zaten mithunim sinema berim ve şer erken gelme koşuluyla zud bergerdim. Ya ben yine bir kabahat işledim, yanlış bir şey yaptım, saat 12 yerine gece saat 2'de 3'te geldim, babam bana çok kızmış. Anneme söylüyor ki benden özür dilemesi koşuluyla onu affederim. من رفتم سینما به جای اینکه دوازده بیام مثلا دوسه اومدم با بابام عصبانی شده و به مامانم گفته به شرطی میبخشمش که از من چیکار کنه عذر خواهی کنه بندن عذر دیلمسی کشولویلا، اونو آفه داریم. پس ما با استفاده از کلمات شرطیلا و کشلویلا توی این حالت از فعل ها میتونیم قید فعل بسازیم و توی جملمون استفاده کنیم و به اون جمله حالت شرطی بدیم حالا بریم حال دوم رو یاد بگیریم <متصفيق> خب دوستانم این حالت از قید فعل به من معنای اونقدر که و اونطور که میخواد بده توی جمله وقتی یک فعلی رو از نظر مدت مقدار بزرگی سختی و کسرتش بخوایم در حد اکثرترین حالت ممکنش توصیف بکنیم از این حالت استفاده میکنیم. شکل ساختارش فعل رو به اضافه دک دیک دوک دوک اگر به فستک چشه ها بخوره تبدیل به ت بکنیمش یا آجاک و اجاک آینده بهش اضافه کنیم بعد بهش مالکیت اضافه می کنیم و به اضافه کلمه کادار که همون قدر معنی میده اضافه می کنیم حالا ببینیم چه جور جمله هایی میتونیم باهاش بسازیم گفته که دوشندیم کادار گزل بیر ایش دیلدی فعلم هست دوشنمک با دک دک استفاده کردم و بهش مالکیت شخص خودم رو دادم گفتم اونقدر هم که فکر می کردم کار جالبی کار خوبی نبود یا دن مطلع اولدومز کادار ده اونجه هیچ مطلع اولمامشتی دیروز یه اتفاقی افتاده بود که ما خیلی خوشحال بودیم میگم که اونقدری که دیروز من خوشحال شده بودم و خوشحال بودم قبلا هیچ وقت اونقدر خوشحال نشده بودم یعنی هیچ وقت به اندازه ای که دیروز خوشحال بودم خوشحال نبودم اینجا منفی شو هم استفاده کردیم یعنی حالت منفی داره شمید بو سیزین آنلای بیل جینیز کدار بسید دیل مثلا هجامز بیزه بیر ماتماتیک سورسو چزیور مثلا استادمون داره یه سوال ریاضی رو بر ما حل میکنه ما هم داریم قرار میزنیم که آی خیلی سخته و این حرفا میگه بله این اونقدری که شما فکر میکنید اونطوری که شما فکر میکنید یه چیز راحتی هم نیستش بسیزین سیزین بیل جینیز کادار اونقدری که بتونید درکش بکنید با یعنی راحت دم دستی یا کلای کلای بی سرو دیل میش تحمین اتمه جین کدر زنگین بیرسی داریم در مورد یکی از دوستان اون صحبت میکنیم و من بهش میگم که به اون یکی دوستان میگم که ببین اینقدر پول داره که اصلا نمیتونی فکرشو بکنی تحمین اتمه جین کدر اونقدری که نمیتونی حدس بزنی یه آدم پولداری هست پس این حالت از قید فعل به جملات من معنای آنقدر که آنطور که داد حالا بریم حالت و بعدی رو یاد بگیریم خب دوستان گلم یه حالت دیگه از اون قید فعلمون مثل قبلیه با این تفاوت که ما به جای کادار از کلمه گیبی یعنی مثل استفاده می اونجا داشتیم معنای اونقدر همونطور که اینجا معنای اونقدری که، همونطوری که میخواد به جملمون بده. جایگاه استفادهش مثل هم دیگه هستش. مثلا، سنین، یفتگان گیبی گزل چای دمله میارم. یعنی اونطوری که تو میتونی یک چای خوب دم بکنی، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. یا گردین گیبی درومم ای دیل. دروم یعنی موقعیت وضعیت میگه که همون طوری که داری میبینی وضعیت من خوب نیست برچلویم مغروزم الویسلرینی استدین گیبی دیزدیم یعنی لباس ها تا اونطوری که دوست داشتی برات چیدم مرتب کردم تاهمین ادینگی بی مطلوبیر حیاتم یک همونطوری که میتونی حدس بزنی اونطوری که میتونی حدس بزنی یه زندگی خیلی خوشحال و خوشبختی ندارم همونطوری که بهتون گفتم تفاوتش با حالت قبلی فقط توی کلمه گیبی و کادار هستش که وقتی از گیبی استفاده میکنیم به جملهمون یه دونه یه اضافه میکنیم این هم از آخرین حالتی که میخواستیم با هم یاد بگیریم خانم ها آقایون دوستان جان من دوستان عزیز من به پایان درس امروزمون رسیدیم امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و توی جملاتتون ازش استفاده بکنید مثل همیشه کاهشم هم این هستش که جمله سازی کنید همین پایین برای من کامنت بذارید حتما میام براتون چک میکنم قبل از خداحافظی سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره با محبتتون جمع بزرگمون رو بزرگ و بزرگتر از اینی که هست بکنید بیده که درست گرش مکی زره کندیز چاکی بکن خوش اما دوست چکلن